درود بر شما با 180 ثانیه پنجشنبه 8 آبان ماه همراه ما باشید. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید 200,000 تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز در حال فاسد شدن است. خبر فاسد شدن چند هزار تن برنج در گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز در حالی منتشر می شود که روز گذشته خبر واردات 40 واگن قطار و 30 تریلی محموله موز از کشور ترکیه خبرساز شد. در حالی که طبق ضوابط اعلامی وزارت سمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی شود. رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش ایران از چاپ بیش از 10 میلیون جلد کتاب آموزشی ویژه دانش آموزان، مدیران مدارس، دبیران و خانواده ها با موضوع پدافند غیر عامل خبر داد. رسانه ها در فرانسه امروز پنجشنبه و به نقل از مقامات رسمی از وقوع یک حمله دیگر با سلاح سرد در شهر نیس خبر می دهند. فرد مهاجم دستگیر شده است. این حمله با چاقو که در کلیسای نوتردام شهر نیس رخ داده 3 کشته و چند مجروح و زخمی بر جای گذاشته است. در این حال مردی به اتهام حمله به یک نگهبان کنسولگری فرانسه در شهر جده در عربستان سعودی بازداشت شد. بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در بیمارستان روانی به دلیل تشدید فشارها در روزهای گذشته اعلام کرده بود که به دلیل عدم امنیت جانی و اعمال شکنجه‌های روانی قصد دارد اعتصاب قضا کند. اکنون صالح حسینی همسر این زندانی سیاسی با انتشار یک توییت در حساب کاربری خود در توییتر از آغاز اعتصاب قضای خود و برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش در حمایت از همسرش خبر داد. حزب کارگر بریتانیا عضویت جرمی کوربین رهبر پیشین آن حزب را به حالت تعلیق درآورد. این اتفاق پس از آن افتاد که آقای کوربین بخشی از تحقیقات یک کمیسیون مستقل پارلمان درباره یهود ستیزی در حزب کارگر را رد کرد. یک سخنگوی حزب کارگر گفته که در این زمینه تحقیقات انجام خواهد شد. کریم اکبری مبارکه بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در حالی که فقط 67 سال سن از عمرش می‌گذشت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او در شماری از آثار شاخص از جمله مرگ یزدگرد و مسافران بهرام بیضایی و شمار بسیاری از نمایش‌های دهه‌های 50 و 60 بازی کرده بود.